سلام وقت بخیر. به آخر خط به گونه زنده از نور خوش آمدید در برنامه کنونی. آخر خط روی فرارسیدن هفته شهید و 14مین سال روز شهادت قهرمان ملی کشور با خانم فتانه گیلانی مسئول اجتماع زنان افغانستان صحبت میکنیم، اما قبل از او گزارش برنامه آماده نشده است. از هفته شهید و 14مین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود به گونه گسترده در شهر کابل گرامی داشت شد. در این مراسم افزون بر شهروندان عادی، مقام های حکومتی، اعضای شورای ملی و شماری از نمایندگان سفارتخانهای خارجی حضور داشتند. اشرف غنی رئیس جمهوری کشور قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود را کلیدی ترین مرد کشور می داند که برای آزادی کشور مبارزه کرده است. قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود مثال اعلی و راستین شهدای مظلوم ما در 14 گذشته بود. او شخصیت کلیدی در تاریخ معاصر ما بود که برای تشکیل نظام اسلامی، استقلال کشور، مردم سالاری، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور تا آخرین روز زندگی خیش مبارزه و مجاهدت کرد. سخنرانان با برشمردن ویژگی های شهید مسعود او را مبارز خستگی ناپذیر اینمان می دهند. به باور سخنرانان، هر آنچه که امروز در کشور دیده می شود از زحمت های شب و روزی مجاهدین و مقاومتگران می دانند. امیر صاحب شهید از طرف غلامان به قمانده غلامان و غلامزادگان کشته شده. مردم آزاده آزادگان را نمی کشند. تجلیل از شهدا از یک طرف، اگر زنده نگه داشتن خاطره ایشان، خاطراتشان، قهرمانی هایشان، رشادتشان و قربانی ایشان در راه خدا و مردم بوده که یک وجیبه است. پروسه جهاد که یک امری است که برای کشور عزیز ما افغانستان در طول جهاد افتخار آفریده است، درباره آن فکر کنیم. افغانستان سرزمین غازیان است. همونطوری که استاد گرامی ما گفت، در طول تاریخ هرچه داریم ما از غازیان و مدافعان از این وطن داریم. آمر صاحب شهید ما از سخنهای بسیار معروفش و کم تکرار شدهش متاسفانه ایست که یک بلست ای خاکم که بدستم باشه نگاش میکنم و بیرون نمیرم. با این همه رئیس عمومی بنیاد شهید مسعود از حکومت جدید میخواهد که پرونده شهادت قهرمان ملی را مورد پیگیری قرار دهد تا دشمنان قتل های زنجیره‌ای به مردم افغانستان معرفی شود. خوب است که یک تعداد دولت مردان ما به این تشریف دارند. درخواست اول ما این بود که پرونده شهادت مسعود شهید تعقیب شود و پیگیری شود. و مسئول شهید یک ملت بود، یک تاریخ بود، یک ارزش بود و کسایی که او را به شهادت رساندند در واقع دشمن مردم افغانستان بودند. این پرونده چرا تا الحال تعقیب نشده و امیدوار هستیم که دولت جدید وحدت ملی این پرونده را به شکل جدی تعقیب کنه تا ما بتانیم که از قتل‌های زنجیره‌ای جلوگیری کنیم و بشناسیم کدام دستایی در پشت شهادت به شهادت رساندن مسئول شهید بودند. یکی تثبیت امتیازات قهرمان ملی و مورد دوم اهدای مدال سنگرداران مقاومت به کسایی که واقعا در کشور مقاومت کردن و مقاومت میکنند. احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور 14 سال پیش از امروز در خواجه باهودین ولایت تخار از سوی دو مهاجم عرب تبار که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند به شهادت رسید. خانم گیلانی بسیار زیاد خوش آمدید. بسیار تشکر از شما. بیاین از اینجا شروع کنیم. به هر حال شما امروز جریان بودین 14مین سال روز شهادت قهرمان ملی کشور چگونه برگزار شد؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام بر شما، بر بیننده محترمتان، درود بر روی پاک تمام شهیدای راه خدا و آزادی مردم افغانستان. 1.5 میلیون شهیدی که ما دادیم به خاطر آزادی افغانستان، سربلندی، حیثیت، عزت افغانستان، خداوند روی همشون شاد داشته باشه و برای فامیلایشان، برای ملت افغانستان یک بار دیگه تسلیت میگم و از مردم خود میخواییم که در مقابل 1.5 میلیون خون شهیدای افغانستان که باز از جمله قمه که از قمندان های ورزیده که
شهید احمد چمنسود است باید با وفا بانن و نگذارن که ارزش های زی خون خدای نقص از بین بره. البته پروگرام امسال هم مثل پروگرام های هر سال دیگه است. مثلا هر سال میاین شخصیت ها جمع میشن گپ میزنن، ولی گپ هایی که باید سر جنب های عملی پیدا کنن و سر زود کار کنن، یعنی از پار سال تا به امسال، او بسیار زیاد مهم است که باید خط داده شود به مردم، مردم باید جمع شوند، مردم باید یک پارچه شوند، مردم باید آرمانای مردم افغانستان، آرمانای مجاهدین که در مجاهدین زمانی که ما میگم تنهای نمی چند نفری که زنده هستند یا چند نفری که شهید شدند، اونا مجاهد نبودند، کل ملت افغانستان در مجموع مجاهد بودند. اما ایشان برای افغانستان سربلند با عزت و بر سلامتی اسلام، برای آزادی و وحدت، اینا قربانی های بزرگ قبول کردن. اینا حالا بیاین بگوین که دیگه همین جنگ هایی که فعلا جریان داره، اینی جنگ ها جنگ های چی هست؟ بخاطر از اینکه او دمان افتخار ما میکنم، افتخار میکنم سرش امروزم که جهاد بر حق بود، جهاد مقدس بود، مردم قیام کردن، دشمنشان روبروشان معلوم بود که میرفتن مجادله میکردن، مقابله میکردن و نتیجه شان هم دیدن که سربلند برآمدن. از زور اتحادشان بود، از زور یک پارچگیشان بود، از زور ایمانشان بود، از زور کلمه الله اکبر بود که این قصر کرملین شور خورد از شهامت و قهرمانی ملت افغانستان که بالاخره خودشان اقرار کردن که 1,000,000 شهید کشته در افغانستان ما دادیم، ما جنایت مرکب چلیم، ما باید که برای عسکر خود بکشیم. خب این افتخارات بسیار عظیم بزرگه، ما نتونستیم به شکل که افزش میکردیم و افز شوه باید شوه او رقم نتونستیم برش کار کنیم. مثلا 1,500,000 شهید که میگیم، تنها یک آمدشای مسعود خو شهید نشد، 1,500,000 شهید شد. آیا از دیگه اولادای شهدا، مردا، بزرگا که شهید شدن، آیا ای حکومت، ای کسایی که زنده موندن، اینا پرسان میکنن؟ اینا برای از اونا توجه دارن؟ برای اولادای یتیم از اونا توجه دارن؟ آیا اینا برای زنای بیوه، بر زنای بیچاره، بر زنای فقیر، بر زنای درمانی شد آیا کار ساختن؟ اولادای شهدام صحبت میکنیم، ببین قبل از اینکه دو مورد صحبت بکنیم، حداقل موضوع خیلی مهم و اساسی در مورد آنچه که قهرمان ملی کشور در طول مبارزاتشان انجام دادن صحبت بکنیم. امروز خبرهای سیاسی و حتی رئیس جمهور در پیام ها و صحبت هایی که داشتن از ویژگی ها و کارنامه های عامر سپه شهید یاد کردن. حداقل از دید شما فکر میکنین کجاها باید بیشتر تاکید میشد و حداقل از کدام موضوعات و آرمان های قهرمان ملی کشور صحبت میشد که امروز حداقل رهبران جهادی و سیاسی به او نپرداختن؟ خب من فکر میکنم که ای که به یاد احمدشاه مسعود یا مثلا خود دکتر سپه اشرف غنی گفتن که یکی از شخصیت های کلیدی جهاد بودن، برای خاطر شهادتشان مثلا احترام قائل شد. مثلا دکتر سپه عبدالله خودش در سنگر بود، یکی از هم سنگرهای عامر سپه شهید بود و از در رسم مجاهدین بودن، صحبت های خوب داشت، استاد سیاف داشتن، همه قسم آقای کرزی داشتن. ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است، درست است، ملت افغانستان ملت قهرمان است، ملت افغانستان ملت مسلمان است، ملت افغانستان قربانی را قبول کردن، سربلندی را قبول کردن، تکلیف ها را کشیدن. به خاطر چی؟ به خاطر عزت و حیثیت اسلام و افغانستان. و چیزی که بسیار زیاد مهم است که تا چی وقت ما زیر می خیمه بیاییم و فقط یک سال دیگه سال گپار بزنیم و همه تا دیگه بگذاریم. حالا بسیار مهمی است که ما باید سرزی کار کنیم که امروز درست است ما قهرمان ها داریم، قهرمان های ما همه شهید شدن، قهرمان ها داریم، قهرمان های ما همش فوت کردن، قهرمان ها مثلا غازی ها داریم، غازی های ما مثلا معلوم نیست، اما ای که از زیر نام جهاد یا از زیر نام شهید و اینا سوء استفاده کرده به اون غازی میگن و او یک آدمی که بسیار خدا وقف کرده بر زوام. بسیار گپایش که دیگه باید احتیاط شوه از زیر نام شهید یا از زیر نام شهدای افغانستان سوء استفاده صورت نگیره. در این هیچ شک نیست که احمد شاه مسعود یک شخصیت برجسته، یکی از قماندان های برجسته، یکی از آدمایی که واقعا با نظم و دیسیپلین در سنگرهای جهاد بود و او یک آدم بسیار با شخصیت بود و افغانستان بسیار زیاد دوست داشت و بسیار مرد آدم بود و او سر اسلام فکر میکرد، تو سر افغانستان مستقل فکر میکرد، او وحدت افغانستان، او احمد شاه مسعود تنها بر یک طبقه که بگن پنشیر یا پنشیری ها یا کسایی که امروز ایگپا رو بالا میکنن، ایگپا در وقتا نبود، مرد بود که
برای تمام افغانستان تعلق میگیره، به یک قوم نی. ولی چیزی که بسیار مهم بود، اونم قدر آدم با نظم و دیسیپلین بود، اونم قدر آدم زرنگ گوشار بود، اونم قدر برای منافع اسلام، منافع افغانستان فکر میکرد که دشمنای افغانستان، دشمنای اسلام نماندن شکو بیای مثلا در یک کار مهم مملکت امروز قرار میدشت. به خاطر از اینکه احمد چای مسعود مثلا یا مجاهدین حقیقی مردم افغانستان هیچ وقت برنامه های خارجی را قبول نکردن، هیچ وقت حکومت های دست نشانده را قبول نمیکردن. به خاطر از اینکه اگر قبول میکردن حکومت دست نشانده یا خلق و پرچم، که متاسفانه که همیشه ما میگیم کاش که خلق و پرچم کودتا نمیکردن، خیانت نمیکردن، که بلای دیگه امروز که در افغانستان آمده به سر ما نمیاد. ببینید مردم افغانستان یک قربانی بسیار عظیمه با اتر یک سوپر پاور شوروی سابق که از نامش مردم میترسید، کمونیسم شکستاندن، اینا قربانی دادن. ولی متاسفانه اما کسایی که هم سنگرها نزدیک بودن، بعضی هایشان البته بعضیشان اونا کلکشان که آمدن به افغانستان بعد از 11 سپتامبر سر منافع شخصی خود فکر کردن، ناصر عزیز فکر کردن که کدام چوکی رو بگیریم، سر ازی فکر کردن که چطور تجارت کنیم. این رقم خو نمیتونیم که ما وفادار بر جهاد یا بر ارزش های جهادی، بر قطره قطره خون شهیدای افغانستان که یک و نیم میلیون انسان شهید شد در جنگ در مقابل شوروی، این گپ آسان نیست. به او خاطر است که اگر ما میخواییم که واقعا وفادار بانیم و نخواهیم که از زیر نام پاک شهیدای افغانستان سو استفاده کنیم، خودم اطرا نکنیم، ما باید کوشش کنیم، کار کنیم. بیر به این مورد هم ادقل صحبت بکنین. بعض چی که ادقل یک بخش کلانی از مردم افغانستان امروز از یاران و همسنگران قهرمان ملی کشور به یک شکل ناراض هستند و تاکیدشان هم می است که آرمان و حداقل اهداف را که قهرمان ملی کشور پیشون ترسیم کرده بودند، پس از شهادتشان رهبر یارانشان و همسنگرانشان که حداقل من نمیخوام از همشان بگویم، یک تعدادشان متهم میسازند که او آرمان و اهداف تعقیب دنبال نکرده. واقعا فکر میکنین که از دید شما چقدر یاران و همون نزدیکان قهرمان ملی کشور که در زمان جهاد و مقاومت کنارشان بودند، پس از ایجاد حکومت نوین پرداختن به آرمان و اهداف قهرمان ملی کشور؟ خب هدف قهرمان ملی افغانستان یا دیگه قهرمانایی که شهید شدن، اونا همگیشان هدفشان استقلال بود، آزادی، سربلندی افغانستان بود، وحدت ملی بود و ارزش‌های جهاد سلامتیش. معلوم دار اونایی که نزدیک هوادارایشان بودن، شما بیاین ببینین که امونا تا پیش از 11 سپتامبر چی داشتن، اما آل بیاین ببینین پرسان کنین که چی دارن، بیاین ببینین که اینا بر وفاداری جهاد، اینا حداقل برای یک 500 دانه زن بیوی که از دوران جهاد مانده، امینا بر از اینا کار کرده نتونستن. خب بسیار گپا هست، متاسفانه من نمیخوام که آل امروز روح شهدا ناراحت شوه از پیش ما، خدای نخواسته. من خواهم که با احترام یاد چند کنم، اونا قهرمانای افغانستان بودن، سرشان ما افتخار میکنیم، مردم افغانستان کلش افتخار میکنن. ولی اینایی که از زیر نام جهاد و از زیر نام شهید ها سو استفاده کردن، او چهره ها را کل اگه مردم میشناسن میفهمن، مامید میکنم که اینا زیر از این نام دیگه بر موقف گیری خود به خاطر چوکی گرفتن اینا دیگه چی نکنن. اینا اگر واقعا میخواین بر افغانستان مفید واقع شون، اینا بر طفلای یتیم سرسرک برسن، اینا بر زنای بیوه برسن، اینا کوشش کنن، تلاش کنن بر ختم جنگ، اینا تلاش کنن، کوشش کنن که این بازی های استخباراتی که بسیار شدت گرفته و جریان داره و معلوم نیست که افغانستان به کدام طرف میبره، اینا باید استاده شون، مقاومت کنن، اینا باید مرکزای فرنگی درست کنن، کارای فرنگی را انجام بدن. اینا تنها اتو نکنن که یک احمد چو مسعود بود یا یک 10 دانه یا 60 دانه یا 70 دانه شهیدای دیگه، ما میکنیم اینو شهید داریم، تحقیقات کنن، ریسرچ کنن، ببینن شهیدای گمنام داریم در گوشه کنار افغانستان، اینا کارای عزیز خصم کردن. و چیزی که بسیار ببخشید، یک چیزی که بسیار مهم است برای جوان ها میخواییم بگویم که در این موترها تیر میشن، بیرقا را بلند میکنن، اکسای بچه ها میزن. اجازه بدین در مورد فرهنگ تجلیل از هفته شهید و 14 سال روز شهادت قهرمان ملی کشور پس از وقفه کوتاه صحبت بکنیم. حالا وقفه کوتاه آماده نشت است. هم خوش آمد شما بیننده ویژه برنامه آخر خط به مناسبت 14 سال روز شهادت قهرمان ملی کشور و فرارسیدن هفته شهید هستیم. خانم گیلانی، در مورد آنچه که صحبت میکردین من بسیار معذرت میخوام، حرف شما را قطع کردم.
در مورد فرهنگ تجلیل از هفته شهید و شهادت 14 سال روز شهادت قهرمان ملی کشور اگه صحبت بکنید، در گذشته ها در سال گذشته حداقل یک بخش کلان مردم ناراض بود و با توجه به اینکه سر صدا ایجاد میشد و مردم شکایت داشتن که اذیت میشن با این سر صدا، امسال حداقل شما چگونه یافتین و در نهایت هم پیام شما چی است که هفته شهید باید چگونه تجلیل شود و آرمان قهرمان ملی کشور توسط جوانا و چگونه پیگیری و دنبال شود؟ بله، بسیار خوب است. ما میخواستم میره بگویم، اول خب ما میخوایم از بنیاد احمدشاه مسعود و خصوصا احمدولی مسعود خواهش کنم که کوشش کنن که یک 3-4 ماه بیشتر هر سال سر از برنامه کارهای منظم فرنگی باید داشته باشه و دیگه ای که اجازه بده بر تعداد زیاد جوانایی که اینا سمینارها و کنفرانس های علمی بگیرن و سر عظمت جهاد و سر شهدا، سر از اینکه مردم افغانستان چطور تانستن که اتیا قدرت بشکنانن، سر کمونیسم، سر از این مسائل گپ ها، به خاطر از اینکه آل بر یک تعداد کسایی هستن که مفت هر چیز برشون آمده میگه برو جهادت چی کنم، مجاهدت چی کنم، ای تو اخلاقم در مملکت پیدا میشه. به خاطر است که جوانای افغانستان باید مطالعه کنن و خود امور رقم آدمای با اخلاق بسازن، مثل که عامر صاحب شهید بود یا هزارها جوان دیگه که سرایشان قربان راه خدا شدن. اخلاق از اونا عزت افغانستان بود، سلامتی اسلام بود، احترام کردن بر زنها بود، بر مسئله تعلیم مطالعه از این گپا بودک. و امروز جوان ها که میبرن در صدقا کستار بلند میمونن، آزار اذیت هم میتن، اینا ای ضرورتش نیست. اینا باید کنفرانس های علمی بیرن، صحبت های عالمانه کنن. یک مسئله. مسئله دومی که نه تنها هفته شهید بلکه ماه محرم که میشه، شما برادرای حل تشیع ببینید بیرقا رو بلند میکنن در سر کا میبرن. این کارا در فرهنگ افغانستان نبود. این کارا باید در جای ها در سلنای گرفته شوه، احترام شوه، ختم شوه. مثلا در هفته شهید است کل مردم افغانستان امروز باید خیرات میکردن، امروز باید قرآن شریف میخوندن، اینا به روی تمام شهدای افغانستان دعا میکردن و اینا میگفتن که ما این پیام داریم، صلح میخواهیم. مردم افغانستان با آرامش نیاز دارن، مردم افغانستان دیگه نمیخواهیم خون بچه‌شون بریزه. به توسط آدمایی که سوسوتی هستن از این گپا و گپای مقبول و حالی افغانا میخواین سو استفاده کنن، اینا رو برشون مشوره می است که بیاین که ما شما خود کوشش کنیم که به این گپا بزینتیم. مملکت ما بسیار وضعیتش خراب است، اما خصمی که آقای غنی گفتن که زخمی است، واقعا زخمی است. بیاین که ما اخلاق سیاسی را ببینین، قهرمان شهیدا زیاد داریم، غازی هم آل، بیاین یک چند تا قهرمان سیاسی پیدا کنیم که اینا واقعا با اخلاق، با عقل، با هوشیاری سیاست میکنن و مملکت از طرف بدبختی به طرف خوشبختی میبرن. من فکر میکنم ما زیادتر سر مسائل سیاسی اگر کار کنیم و یک ملت سیاسی شویم، یک ملت واحد شویم، شعار نتیم و قوم بازی نکنیم. افتخار امروز هفته شهید است، افتخار کل ملت افغانستان است. کل مردم افغانستان باید سر ازی افتخار کنه. امروز ما دیدیم که رسانه ها بسیار کمرنگ بودن. امروز باید تمام رسانه ها از صبح تا مثلا همین شام باید برنامه های سالم می داشتن. اینا باید صحبت های آلمانه، صحبت های مقول می داشتن. برای نسل جوان باید یک پیام خوب می دادن. به اینا میشه که مثلا آقای صاحب بیا یک چیز شعار بده، یا آقای کرزه، یا احمد، یا محمود. این رقم نمیتونیم که ما به جوان ها یک پیام بدیم. جوان ها روز مملکت فرار میکنن، جوان ها روز مملکت میرن، گشنه هستن، بیکار هستن، فقیر هستن. مثلا آقای کرزه میگن نروین. خب نروین چی کنن؟ مملکت تو 13 سال رئیس جمهور بودی، جهنم جور کردی. تو به جای از اینکه برای مملکت آرامی رو می آوردی، ثبات می آوردی، تو مسئله خط دیوران و مسئله پشتونا و بلوچای او طرف مثلا بالا میکنی. ای تو برای پشتونای افغانستان چی کردی؟ تو پشتونای افغانستان رو در خاک برابر کردی، تو مردم بیچاره ساختی، تو فرصت های خوب از دست دادی. بله. با او خاطر است که شعار نتین، بیاین کار کنین، اخلاق کاریتون رو بر مردم در نمایش بگذارین. خانم گیلانی، به عنوان پرسش آخر، حداقل دید شما چی است آنچه که حکومت وحدت ملی مسئولیت داره در قبال آرمان شهدا و خانواده های شما؟ به عنوان پرسش آخر و دیدگاه آخر شما، اولی خود ما میخواییم بگوییم که کلگی مسئولیت دارد به سبور رهبر آمده کرده همگی که حکومت وحدت ملی را باید اینا امایه کنند و این حکومت باید به اصلاحات نیاز دارن که باید برنامه و کارهای خود مثلا اصلاح بسازن و از دقت بیشتر کار بگیرن. و چیزی که سیاست مهم است برای زنای بیوی افغانستان، برای یتیمای افغانستان، برای مسئله تعلیم تربیت توجه زیاد کنن. و به ایسی یک زن میخوایم صدا کنم که ما در یک بازی و خطرهای بسیار کلان استخباراتی
قرار گرفتیم. از حکومت وحدت ملی میخواهیم که ارگانهای امنیتی مملکت سالم بسازن. طفلا و اشتکان نمیتونن کمیت در افغانستان بیاین مدیریت کنن. آدمایی که سالم هستن، آدم غازیایی که سالم هستن، غازیایی که زنده ماندن، دستان آلوده نیست و دیگر نیست، باید از اینا استفاده کنن و توجه جدی به ارزشهای اسلامی بر زنها و مردای افغانستان کنن. بس یک ملت مسلمان هستیم، مثل که آقای صاحب گفتن فساد اخلاقی را روش بگیرید. فساد اخلاقی شعار کار نداره، کار داره. کار باید چه آورش. بسیار تشکر فتانه گیلانی، مسئول اجتماعی زنان افغانستان. بسیار تشکر که تشریف آوردید. پس از وقفه کوتاه با آقای حامد علمی نویسنده و پژوهشگر در مورد فرارسیدن هفته شهید و 14مین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور صحبت می‌کنیم. حالا وقفه کوتاه آماده نشست.